مهمان مهمان عزیز ما، خیلی خوش اومدین جناب آقا. خوشحالم از زیارتتون. به نام خدا و با عرض سلام خدمت فرد فرد شما بینندگان ارجمند و با سپاس مخصوص از حضور حضرت عالی برای دعوتی که فرمودید و این فرصت رو فراهم آوردید که ما اگر بتوانیم پایه های اصولی و ارکان غیر قابل تغییر دین توحیدی رو معرفی کنیم و از مواردی که به عنوان الحاق و انضمام به دین اضافه شده و یا دینهای تاریخی یا دینهای سنتی یا دینهای سلیقه‌ای که به نام ادیان توحیدی به جامعه تحمیل میشه و شاید بهتر بگوییم تحمیق میشه، بتوانیم که روشنگر این مسائل باشیم و بدون اینکه چیز جدیدی از خودمون اختراع بکنیم به واقعیت‌های موجود اشاره کنیم. خیلی مقدمه جامعه است، همانطور که عرض کردم، چون کسانی که این برنامه رو گوش میدن ابداً من انتظار این رو ندارم که جوانب مذهبی رو فقط داشته باشم، بنابراین همانطور که همیشه بنده با شما اتحاد نظر داشتم، ما مسائل رو اونطوری که هست بررسی میکنیم. ایزه فرمین، من یه چندین سوال دارم، فقط سوالات رو مطرح میکنم و بعد شما دنبالش رو بگیرین. چطوره؟ با کمال میل. موازی که من دارم ایناست که در عرض این دو جلسه میخوام مورد بررسی قرار بدم. یک، مفهوم جهاد. دوم، مفهوم آزادی عقاید. سوم، مفهوم مشرک. بعد مفهوم نجاست. حالا همین انقدر فعلا بذاریم باشه. حمید عزیزم، اصلا جهاد یعنی چی؟ کلمش جهاد به معنای ریشه ثلاثی مجرد جهده در زبان عربی به معنای تلاش و کاربرد امکانات تا مرحله استهلاک برای رسیدن به هدفی که مورد در واقع عمل و مورد فعلیت قرار گرفته. به عنوان مثال، ما اگر که بخواهیم که تصدیق کلاس ششم ابتدایی رو بگیریم و از تمام امکاناتمون برای رسیدن به این کار استفاده کنیم، در راه رسیدن به این کار جهاد کردیم. و جهاد یعنی جهد، کوشش، سعی، اهتمام برای رسیدن به یک هدف والی. بله، لزوماً هدف از نظر دینی اگر ما بخوایم لغت جهاد رو معنی بکنیم، درش واژه اخلاق هم باید که بله، منظم باشه. آفره. ولی اگر که بخواهیم جهاد رو به عنوان یک صرفا لغت معنی بکنیم، جهاد یعنی که استهلاک امکان برای رسیدن به هدف بدون توجه به اخلاق. اما در بعد دینی، ما به عنوان انسانهای یکتا پرست، انسانهای موحد، باید که جهاد رو در دو جهت به کار ببریم. یکی در جهت استقرار تعالیم توحیدی و یکی در جهت به کار بردن انجام عمل صالح و ایجاد امنیت و ایجاد عدالت در جامعه. این رو متوجه شدم، یعنی به عبارت دیگه من فقط تکرار میکنم که مطمئن بشم درست فهمیدم، یعنی فقط جهد و کوشش نیست، یعنی به عبارت دیگه هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، بلکه هدف اخلاقی انسانی باید باشه و بنابراین تابع یه اصول کلی اخلاقی باشه. این رو متوجه میشه. مثلا اگر در قرآن گفته باشه که دین به اکراه نیست، جهاد یعنی همه تلاش یک مسلمان برای اینکه از اکراه در دین و از تحمیل دین جلوگیری بکنه به هر عنوانی که امکان داره. یعنی مسلمان باید تمام امکانات خودش رو به کار ببره در حد استهلاک توان و امکان که از اکراه در دین جلوگیری بشه. یعنی تحمیل دین به کسی
یا جلوگیری از خروج کسی از دین. اینو متوجه الان شما رفت یه ذره جلوتر از من، ولی خوشحالم. پس جهاد اینطوری که شما درک میکنید، فلحقه همون مفهومی رو داره که در 3500 سال قبل کریشنا مطرح کرد. همینطوره، کریشنا در حقیقت اولین حرفش به مؤمنش اینه که تو باید بجنگی. چجوری بجنگم؟ بجنگ با اعمال پاک و مقدس و منزه، با اون چیزی که حقیقت نداره. بنابراین این یه چیزیه که یک عالم حقیقی باید بکنه، یک انسان حقیقی بکنه دیگه. ما زیاد این معنی جهاد رو به عنوان یه واژه حتما مذهبی نباید بگیریم. فقط اون قسمت مذهبیش این است که یه خلق و خویی لازم داره، یه استانداردهای کلی لازم داره. اینو میفهمم. البته از جهاد دینی هم اگه نگاه بکنیم، که جهاد دینی منظور ما این نیست که مردم رو مقید به یک دین خاصی بکنیم. ارزش‌های اخلاقی رو ما اسمش رو میذاریم دین. اگر اونطوری به دین نگاه بکنیم، یکی از بزرگان دین که پیامبر اسلام باشه، او میگوید که جهاد درجات مختلف داره. جهاد اصغر داریم، جهاد اکبر داریم، و بزرگترین و خطرناکترین و پرمشقتترین جهادها جهاد اکبر است، که اون جهاد با نفس انسانه. من اینو قبول دارم، ولی میتونم یه خواهش مأخذی دارین در قرآن که این نشون بده؟ این در خود قرآن، در خود قرآن ما این رو نداریم، ولی چون من این رو بهش معتقد هستم که جهاد اصغر و جهاد اکبر، جهاد اصغر جنبه دفاعی داشت و جهاد اکبر جهاد من نفس اماره بود. من اینو میفهمم در سنت اینها اومده البته، ولی در چون من میخوام در این قسمت چون من میخوام فقط در مورد مسائل قرآنی ما صحبت بکنیم، من با شما موافق هستم. بله. که این اعتقاد یکی از اعتقادات اصولی هست که حتی در کریشنا اومده جهاد کبیر اکبر، در بهائیت اومده به عنوان جهاد کبیر اکبر. ولی پس ما یک چیزی واسه هم مسلم شد که شما اگر ببینید من اشتباه میکنم بفرمایید. شما در حقیقت جهاد رو طوری که شما به کار بردین، من در آیاتی مثل سوره بقره 218 در توبه میبینم که کسانی که مؤمنن و کسانی که هجرت میکنن و کسانی که جاهدو مجاهدت میکنن در راه خدا، اینها به اموالشون و انفسشون و همه اینها، این رو من میفهمم حالا. ولی شما خودت میدونی بهتر از من، یه عده هستن در این عالم که جهاد رو اونطوری نمیبینن، و ما میخوایم این رو روشن کنیم. یعنی آیا در قرآن اینطوری که شما میفهمید و نظر شما هم محترم است، چون ما نمیخوایم نظریاتمون رو بلکه چی تحمیل کنیم، مشورت میکنیم، آیا همونطور که شما فرمودین لا اکراه فی الدین لکم دینکم، دین شما دین مال شما مال خودم بلد. مال خودم که در بقره اومده بلد. بنابراین این تا حدودی در کافرون اومده بلد. این تا حدودی یعنی ما بخواییم اصول کلی حالا بگیریم بلد. یعنی این که حمید میتونه مسلمان باشه، من میتونم اصلا هیچ دینی نداشته باشم، یه اعتقادات خودم رو داشته باشم و بنابراین جبری برش نیست. بله همینطوره. حالا پس حالا سوال اینه بلون. در بعضی از این آیات که مردم میفهمن، چرا حقوق و مزایای یک کسی که به دیانت خاصی مثل اسلام در اینجا فقط بررسی کنیم، معتقد نی روی چه حسابیه؟ حمید جان شما به من بگو حقوق و مزایای انسانیش سلب میشه وقتی که خود پیغمبر همونطوری که شما فرمودین میگه هیچ اکراهی در دین نی؟ علاوه بر این که ما در سوره کافرون اگر کسی بدعت کرد، اگر کسی مشرک بود، اگر کسی ملحد شد، اگر کسی از دین خارج شد، مرتد شد، یعنی ما به ابداع
به شرک، به الحاد و به ارتداد. این چهار جرمی که در قانون دین مفتری به قرآن، من اسمش رو میذارم دین افترا به اسلام، مجازات اینها اعدامه، در سوره کافرون که سوره 109 قرآن هست میگوید اگر کسی مرتکب این کارها شد و آمد به شما گفت من یک خدایی ساختم، یک معبودی ساختم که تو بیا عابد این معبود من بشو، تو بهش بگو که من به دین تو در نمیام. خوب توجه کنید، قرآن به شرک، به بدعت، به کفر، به الحاد، به ارتداد اسم دین میگذاره، میگه دین خودت، لکم دینکم، این دینی که اختراع کردی ولی اسمش دینه، مال تو، دین من هم مال خودم. در سوره بقره که جنابانی هم اتفاقا هایلایت کردید، خودتون کار من آسون کردید، در آیه 62 از سوره بقره، سوره دوم، ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارند، و الذین هادوا، و کسانی که یهودی هستند، و نصارا، و کسانی که مسیحی هستند، و صابئین. حالا یک عده میگن صابئین یحییون بودند، یک عده میگن حنفی بودند، یک عده میگن ابراهیمی بودند، و قول وسیع و عظیم این است که و غیره معنی میده، یعنی آه. چه شما مسلمان محمدی باشید، چه یهودی باشید، چه نصارا باشید، و چه جزء خارج از اینها باشید. این آیا جزء خارج اینها شما اینطوری که من ملتفت شدم، حالا آیا مثلا کسایی که بعد از محمد رسول الله به چیزی معتقد میشن، مثلا به طور خاص در ایران امروز ما میبینیم ظلم هایی که به پیروان آیین بهائی میشه فقط به خاطر اینکه یه عده از علمای لاانشور، من اسمش رو علمای حقیقی نمیگذارم، معتقد هستن که محمد آخرین پیغمبر، کتابش آخرینه و بنابراین حقوق و مزایای اینها. آیا شما لا اکراه فی الدین رو اینطوری که توصیف فرمودین به دین میگیرین که الان هم دینی هم که بعد از رسول الله به هر اسمی و عنوانی اومده پیروان اون نبایستی حقوق و مزایای انسانیشون را دست بدن؟ ما هیچ حکمی در قرآن نداریم که افرادی رو که مثل ما فکر نمی کنند و مثل ما نمی اندیشند اینها رو تبعیض و تفاوت بین خودمون و اینها قائل باشیم، و این در همین کتاب همینجا آمده، میگوید برای کسانی که اهل ایمان هستند، حالا اهل ایمان رو تعبیر میکنن به مسلمانهای محمدی، و کسانی که یهودی هستند و نصارا هستند و صابئین هستند، من آمنه بالله، هر کسی که به خدای یکتا ایمان داشته باشه و یوم الاخر و به روز قیامت، این دو شرط دوم، شرط سوم، و عمل صالحاً و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر و پاداش اینها از حدود و ثغور پیامبران و انسانها خارجه، اینها نزد ربشون به صورت مستقیم اجر دارن، و لا خوف علیهم، و نبایستی که بر اینها خوفی باشه از اون چه که در آینده بر اینها وارد میشه، و لا هم یحزنون، و حزنی از گذشته داشته باشن، یعنی اینها نباید پشیمانی از گذشته داشته باشن که چرا مثلا من در گذشته فرض بفرمایید که دینی غیر از این دین اصلی داشتم، و در آینده هم لازم نیست دینشون را عوض بکنن. حالا من یه سوال، من اینو متوجه شد، من اینقدر سوال دارم، من شما الحمدلله چون اهل علم و معرفتین، بنده پژوهشگر بی مقدارم، اینه که من رو ببخشید استاد بنده هستید. ببینین همه جا اینا خوبه، همش آیا اصلا دوتا دین وجود داره؟ ما در تمام قرآن از آغاز تا پایان یکی دو واژه هست که اینها رو در حالت جمع نمی بینیم، یکی از اونها واژه دین هست که ما در قرآن ادیان نداریم، مذاهب داریم، واژه مذاهب، ولی لغت ادیان به معنای دین نداریم.
مذاهب از این نظر داریم که مذهب خیلی چیزه، حالا این برنامه تبدیل میشه به یک برنامه دیگه و خیلی خلاصه میگم رد میشم، مذهب باز از ریشه ثلاثی مجرد ذهب یعنی خارج شدن، رفتن، بیرون رفتن. میگن مذهب این آدم اسلامه یعنی از اسلام بیرون رفته، متاسفانه معنیش اینه، ولی در اثر تکرار لغت این واژه معنای دیگه به خودش گرفته، اسم دین جدیدی گرفته یا شعبه ای از دین گرفته، در حالی که در آیه های قرآن در دو جا صریحا میگوید که کسانی که ایجاد شعبه و تفرقه میکنند، یعنی همین هایی که ما هستیم، شیعه، سنی، چیزهای مختلفی که 256 فرقه ما در اسلام داریم، اگه بخوایم طبق حالا ممکنه امروز که ما اصلی تازه بله ممکنه زیادتر هم شده باشه امروز بله. تا صبح انقدر بوده، امروز صبح 256 تا بوده، و هر کدام از اینها معتقدن که اونها بر حقن و بقیه فرقه ها همه اینها دشمن اسلام هستن. و در مقابل این سوالی که ازشون میشه که پیغمبر شما مذهبش چی بوده، سنی بوده، شیعه بوده، هفت امامی بوده، شش امامی بوده، پاسخی در اون زمینه غیر از خشونت دریافت نمیشه. حالا من چون میدونم شما ذهنت فلسفیه، من میخوام یه مقدار اینا رو کلی تر بررسی کنم. من اینطوره، یه بیانی هست، حالا چون شما فرمودین، کسانی مثل اینشتین، کسانی مثل سقراط، اینها حقیقت رو دین میدونستن، دین رو حقیقت میدونستن. یعنی وقتی یه چیزی روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا بشه، اون رو ما میگوییم دین حقیقی. و طرق مختلفی هست که افراد انتخاب میکنن برای اینکه به این حقیقت نزدیکتر بشن. من این رو میفهمم. همینطور. حالا چیزی که من میخوام ببینم که آیا مطابق شما چیزی که فرمودین ما میتوانیم بگوییم هر دینی، هر مرامی یه استقرار داره و یه استمرار. استقرارش در کلیاتشه، اصول کلیشه، استمرارش در این هست که تعالیمی داره که مطابق وضع لیاقت استعداد خلق عوض و بدل میشه. یعنی انجیل به عبارتی همون توراته، با این تفاوت که این حقایق میاد بالاتر عرضه میشه و تعالیم اجتماعی جدیدی میده. آیا شما معتقد هستین که این واژه‌هایی که در قرآن هست، اونی که من امروز میفهمم از این کلمات با اون چیزی که 300 سال قبل میفهمیدن، اینا در خور تغییر و تحول یا خیر؟ من برای اینکه این پاسخ این سوال 6 میلیون دلاری شما رو بتونم بدم، چون بسیار بسیار سوال گرانقدریه، ما باید اول دین رو معنی بکنیم که آیا دین یک مکتب تحمیلی و اجرایی است یا یک مدرسه تربیتی و تعلیمی. ما اگر اشکال رو 10 جلسه هم طول بکشه با شما عرض نمی کنم چون وقت شما محدوده، اما در یک نشستی اگر 10 ساعت هم طول بکشه و این موضوع به نتیجه برسه که همه کسانی که در این مباحثه شرکت می کنند به این نتیجه برسند که دین یکی از این دوتاست، یا دین یک مدرسه تحقیقات و تعلیمات، یا یک محکمه اجراییات و اعمال و تحمیله. اونجا ما اگر اشکالمونه، این یک اشکال که جناب علی یادداشت بفرمایید که در این مورد صحبت بکنیم. موضوع دوم این که ما اگر که از خودمون سلب وکالت خدا رو بکنیم، این موضوع بسیار باید درش اندیشه بشه، چون تقریبا مثل خون و گوشت که به هم آمیخته است در وجود انسان، این موضوع وکالت قهری که ما از خدا داریم جز از ما شده و اونقدر در این کار تکرار و تمرین شده که ما اصلا بدون وکالت خدا نمیتونیم زندگی کنیم. اگر وکالت خدا رو کنار بگذاریم، من دیگه نمیتوانم به یک آدمی که فرض بفرمایید در فلان تلویزیون میاد قرآن رو آتیش میزنه، نمیتوانم به این ایراد بگیرم. چرا؟ چون ما تا به حال فکر میکردیم که وکیل خدا هستیم. گفتم من که نمیذارم شما به قرآن من توهین بکنین.
من که نمیذارم شما به قرآن من توف بکنید، من که نمیذارم شما خلاف قانون خدا عمل بکنید. اینها همش ناشی از وکالت قهری میشه که ما خودمون رو وکیل کردیم. اما در قرآن مجید، این قرآنی که جلوی شماست، به پیامبرش میگوید که تو وکیل من نیستی. البته الان کسانی هستند که اونها از پیامبر اسلام بالاتر هستند و اونها وکیل خدا هستند، مثل علمایی که ما داریم. حالا من اسم کسی رو نمیخوام در این برنامه به طور کلی بعدی. ما کاری به اسامی خاص نداریم. مکتب وکالت الان برقراره، حالا شخص ممکنه که عوض بشه ولی مکتب عوض نمیشه. قبول کرد. وارد اون مکتب میشن. شما اگر که جناب دکتر این دو موضوع رو کنار بگذارید، یکی موضوع تحمیل در دین رو که هیچ دینی به صورت مجاز وجود نداره که اجازه تحمیل و اجازه اجراییات داشته باشه. دین یک مکتب آموزشیه، مکتب تعلیماتیه، باید تعلیمات داده بشه. حرف شما رو اساس کار قرار میدم، ولی شما با ولتر آشنایی دارین؟ بیشکم. ولتر یکی از کتابای معروفش از فلسفه تاریخ، در این فلسفه تاریخ خودش که یکی از کتابایی که روشن میکنه خیلی از حقایق تصوری رو، یهودیانی رو اسم میبره که در این توراتی که ما میبینیم به جرمهای مختلفه، این که یا یهوه رو قبول نکردن یا این کار رو قبول نکردن، آدم ها رو میکشتن. حالا یا ببینین، بیاییم سر اصل مطلب. من قبول کردم که جهاد مطابق خیلی از آیات قرآنی مقصود جهد و کوشش و اینها رو میده، ولی در همین کتاب قرآن آیا ما آیاتی نداریم که در اون صحبت از کشتن مشرکین میکنه؟ آیا دقت میکنیم؟ مثلا آیا اونایی مثل سوره توبه، بله، این قتل و قتل و قتلوها رو آیا من به حساب ببینیم؟ من چون شما میرونم آدم منصف فلسفی کاملا و آب هستی انشالله، دقت میفرمین و احترام زیادی به شما قائلم. از یک طرف جهاد جهاد دفاعیه، من قبول میکنم، حتی عبدالبها عباس، کسی که توسط شیعه تمام وجودش مورد اهانت قرار گرفت، پدرش را اسیر کردن، حتی اون در وصف جهادهای حضرت رسول اکرم میفرمان اینها اکثرا جهاد دفاعی بوده. بنابراین ما حرفی روی اون نداریم. جهاد اخلاقی را هم که جهاد کبیر اکبره، ما اصلا حرفی واسش نداریم. ولی وقتی که یک نفر، شما ببینید یک مسلمونی میاد آیاتی رو که شما در قرآن میبینی، مثلا در سوره انفال شده، در سوره توبه، اینا رو که قاتل و قاتل و قاتل میکنه، اینا رو هم ما آیا به این بگیریم که اینها دارن سوء استفاده میکنن، یا باید قبول بکنیم که بعضی از آیات هست که نظر به زمان موجوده و الان ما هر چیزی رو که حقوق و مزایای انسانی رو از بین میبره جلوشو بگیریم و نکنیم؟ بله، اتفاقا مطلبی که اشاره میفرمایید بسیار بسیار مطلب حساس و مطلب آموزنده است که با کمال تأسف در سالهای اخیر جنبه‌های سیاسی پیدا کرده. بله، ما در تمام قرآن از آغاز تا پایان یک آیه، حتی یک آیه نداریم که دستور کشتن داده باشه و قابل توجیه نباشه. تمام آیاتی که در اونها تقاتل به معنای جنگی که ممکن است به قتل بکشد، یه تفاوتی بین قتل و تقاتل وجود داره، یقاتلو یعنی که بجنگید، تا مرحله‌ای که قتل هم اگر پیش آمد باز هم جنگ تعطیل نمیشه. اگر ما قبول بکنیم که در قرآن جنگ تهاجمی گفته نشده، اگر در این قرآن یک آیه وجود داشته باشه آقای ریاضتی که حکم به تهاجم داده باشه، همه این قرآن
از درجه اعتبار ساقطه و من به عنوان یک مسلمان از اسلام خارج میشم اگر یک آیه در این قرآن وجود داشته باشه که ابتدا به ساکن به کسی اجازه داده باشه که به دیگری تهاجم بکنه، مال کسی رو بگیره، حق کسی رو بگیره، شرافت و حرمت کسی رو بگیره، چه برسه به این که جان کسی رو بگیره. قبول دارم. من ببینید شما میدونم که انسان اجازه بفرمایید. اما در مرحله دفاع شما تمام آیاتی رو که میخوانید میگوید وقتی که در میدان حرب در جنگ روبرو میشید با کسی که دشمن شماست، حالا این دشمن اتفاقا کافر هم هست، این دشمن اتفاقا مشرک هم هست، این دشمن اتفاقا حالا من دین دیگری هم داره. صحبت کنم عملی. سوره توبه 29 بله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و بالیوم الاخر. بله. خب به مضمونش به زبان فارسی اینه، بکشید آنانی رو که مؤمن نیستن به خدا بر... من میخوام ببینم آیه چند هست؟ این آیه 29. من اینا رو از ذهن نوشتم، منو بعد ببخشید یه ذره پس و پیش میشه. نه خوب نوشت. یا مثلا یا ایها الذین آمنو ان المشرکون نجسون، ای مؤمنین مشرکین نجستن، نزدیکشون اینا نباید بیان تو مسجد. من نمیخوام اینجا ایراد بگیرم، ببینید من میخوام حقایق چجوری میتونه مردم برداشتاشون از این آیات میتونه به صورت منفی بره. من میخوام ببینم آیا ما میتونیم تمام این آیه ها رو مثلا بقره 244 قاتلو فی سبیل الله، آیا در قرن 21 ما میتونیم در راه حق و حقیقت قتل بکنیم در راه خدا؟ سوال من اینه. تمام این آیاتی رو که جناب عالی اگر فرصت باشه که یکی یکی این آیات رو، آیه های قبل و بعدش رو مطالعه بکنیم که از نظر موضوعی معلوم بشه که این آیه در ارتباط با چه موضوعی گفته بشه. بله. هیچ آیه شما در قرآن نمیبینید که جنبه دفاعی نداشته باشه. حالا صحبت این است که آیا این دفاع بیش از حده، کمتر از حده، خوبه، بده، به درد این زمان میخوره، نمیخوره؟ اونها رو من حاضرم که با شما وارد بحث بشم. من میخوام اصلا اینه که فرمودی نکته ظریفیه. شما دارین در حقیقت به بنده میفرمایین اگه من درست بفهمم که این آیات قرآنی وقتی دارین میخونین شما باید کانتکست و موضعش رو بدونید. دقیقاً همینطوره. حالا اینجا یه اشکال اساسی پیدا میکنه. چون شما ذهن دوباره فلسفی من عرض میکنم. ببینین ما میتونیم بگیم حتی در آیین باهائی هم هست، در آیین یهودی هم هست که شما این کتابا رو میخونی هر چیزی که میبینی میگی این علت این که اینو نوشتیم اینه، علت این که اونو نوشتیم هم اونه. پس این میشه یه مجموعه ای از این که موقعیت چی بوده، وضعیت چی بوده و این بابا چی گفته. من میخوام اینو سوال بکنم و این یک سواله مهمی بود که از من کردم بینندگانی که در مورد این موضوع همینطوره که چگونه میتونی شما این آیات رو جنبه جهانی بهش بدی اون وقت اگر شما قاتلو رو این میگه فقط قاتلو فی سبیل الله یا میگه مثلا بکشیشون چون فتنه میکنن. بله حالا مثلا فتنه رو میشه کانتکست و همون آیه میگه که فتنه بدتر از جنگه. حالا یعنی یه کاری میکنن که جنگ پلوش خیلی کار خوبی. خب حالا من سوال من اینه حمید جان، آیا اصلا من مشرک، من نجس، من کافر، من اصلا موجودیت ندارم در وجود شما؟ من میخوام ببینم آیا در عصر حاضر ما بایستی بریم و بکشیم؟ ما در عصر حاضر هر کسی که بهمون حمله میکنه و خانواده ما رو، اموال ما رو، انفاس ما رو، نفوس ما رو مورد تهاجم و خطر قرار میده موظف هستیم که از موجودیت خودمون و از شرافت خودمون دفاع بکنیم. حالا ممکنه یک کسی میزان دفاع رو زیادی بدونه، کمتر بدونه، اون یک بحث هایی است که ما وارد میکنیم به متمدنترین کشورهای امروز که ما میگیم اگر طبق قانون قرآن عمل میکردند هیچ وقت نمیتوانستند که روی مردم ژاپن گردی بپاشند که 200,000 نفر رو در آن واحد خاکستر بکنه.
حالا من نمیخوام بحث رو به جاهای دیگه بکشم، ولی من خودم بیشتر از همه با این کارهایی که انجام میشه هم احساس نفرت میکنم، هم احساس شرم و هم احساس خشم. اما ما اگر که امروز جلوی تلویزیون نشون میدیم که یک نفر سبحانه مثل یک حیوان سر یک انسانی رو از تن جدا میکنه، باید ببینیم که این چیزها رو توی پرسپکتیو و آگراندیسمان قرار دادن که با عاطفه مردم بازی بکنن بیشتر خطرناکه، یا اینکه یک بمبی با تمدن و با پاپیون و با کت‌شلوار خیلی شیک از داخل هواپیما بیاندازن رو سر مردم و 200,000 نفر رو یک مرتبه به خاکستر بکنن، یا هر دوش، یا اصلا به طور کلی به قول شما جان انسان رو نباید گرفت. من رسیدیم اون اصل قضیه. چون یعنی من قبول دارم، ببینیم بنده با شما در یه چیزی مشترکم، این یه کتابیه نوشته شده، چه موافقش باشی چه مخالفش باشی باید حقایقش رو بررسی کنی، نه احتیاجی به دفاع داره، چون اگر حقیقت باشه میمونه، اگر هم حقیقت نباشه میره. اذا جاء الحق زهق الباطل. ما نبایستی نگران باطل باشیم، باطل میره چون بقایی نداره، ما باید حق رو بدم. من فقط تنها چیزی که میخواستم مطمئن بشم با شما در میون بذارم، آیا شما موافق هستین با این نظریه که این افرادی که امروز دارن به اسم اسلام دارن حکومت میکنن یا به اسم اسلام دارن آدم میکشن، حقوق و مزایا رو میگیرن، بعضی از این آیات قرآنی رو به عنوان یک وسیله، به عنوان یه وپن استفاده میکنن؟ من نمیگم میفهمن یا نه، ولی این میشه هدفشون یه چیز دیگه است، آلتشون این آیه است، و چون اینها موضع رو نمیفهمن، کانتکس رو نمیفهمن، ولی سوء استفاده ها میشه. آیا شما حداقل با این موافق هستید؟ من با این موافق هستم که اینها اکثرشون با اسلام بازی میکنند و اینها هیچ کدامشان فریب خورده نیستند و هیچ کدامشان گمراه به اون معنا نیستند. بله. اینها افرادی هستند که دین رو برای مقابله میشناسند، دین رو به عنوان دشمن تلقی میکنند و با دین مبارزه میکنند و به هیچ عنوان به اصول الهیات و یکتاپرستی هیچ نوع اعتقادی ندارند و از این وسائل و از بیسوادی مردم و از جهل مردم برای این کارها استفاده میکنند. جناب علی اگر یک لحظه اجازه بفرمایید که من خدمتتون عرض بکنم که اگر ما به اسلام تاریخی مراجعه بکنیم میبینیم که در 23 سالی که پیامبر اسلام مقام رسالت داشتند، 10 سال اولش که در مکه بودند و 10 سال دومش که در مدینه بودند و همش با جنگ و گریز و اینها همراه بوده، در سال 20 بعثت آرامش نسبی بعد از فتح مکه برای اسلام فراهم میشه و در این زمان بوده که پیامبر اسلام می نشینه و از مردم می خواهد که برای اولین بار یک رئیس حکومتی، یک رئیس سیاسی انتخاب بکنند و زن و مرد به ایشون رأی میدن و محمد رسول خدا بعد از 20 سال به داشتن مقام رسالت در سال 20 بعثت برای اولین بار به مقام خلافت میرسه. یعنی 20 سال اول محمد خلافت نداشته، 3 سال خلیفه بوده، 23 سال رسول خدا بوده. چطور آدم هایی که بعد از اون آمدند خلافت رو از خدا گرفتند در حالی که خود محمد چنین اجازه ای از خدا نداشته؟ اگر خلافت بخشی از وکالت باشه، ما 5 آیه صریح در قرآن داریم که به پیامبر امر میکنه که به مردم بگو که تو وکیل من نیستی. اینم قبول. شما چطور قبول میکنید کسی که وکیل خدا نیست خلیفه خداست؟ من فکر میکنم تمام افرادی که الان گوش میدن به زبون بی زبونی شما دقیقا گفتیم و موافق هستم که این ولایت فقیهی که این اساس رو اینطوری که گذاشتن بی اساسه. حالا من سوال من اینه، من دارم اینو میگم، یه آلترناتیو ویو، بهاءالله بعد از محمد رسول الله اومده، بهاءالله همون حقیقتی رو که شما اذعان کردی که یک دین بیشتر نی، هذا دین الله من قبله و من بعده، یک دین بیشتر نی، یک حقیقت بیشتر نی، ولی تعالیم اجتماعی میتونه
مردم رو اذیت کنم. حالا آیا ما در یک کتابی که شما فرمودین، خیلی قشنگ هم فرمودین، در کتاب قرآن آیاتی هست که جهاد دفاعی داره، آیاتی هم هست که میتونه سوء تفاهمات رو ایجاد بکنه؟ شما با من میخونم ببینین مقصود شما چیه یا برداشت شما چیه. 11 دقیقه داریم و تلفن هم میتونه باز بشه. به حالا اینطور میگوید: بشارت اول که از ام الکتاب در این ظهور اعظم یعنی دیانت خودش به جمیع اهل عالم عنایت شد، محو حکم جهاد است از کتاب. بعد ادامه میده: از داده شده احزاب عالم با یکدیگر به روح و ریحان معاشرت نمایند. آیا شما به عنوان یک فرد منصف، ما اصلا کاری نداریم که کسی این را قبول بکنه یا اون را قبول بکنه، آیا این گونه ما به حکم جهاد اشاره بکنیم که اینجا مقصود اینه، اونجا مقصود اونه؟ چون عنوان مردم بعضیشون بتونن سوء استفاده بکنن، بعضیشون نفهمن، یا اصلا چطور ما بگیم در حال حاضر حکم جهاد رو به مفهوم کشتن انسان‌های بیگناه ما اصلا دنبالش رو نریم؟ این چیزیه که من از بهاءالله میفهمم. من ضمن این که به رأفت کلام حضرت بهاءالله احترام میگذارم، ولی این رو هم خدمت شما عرض میکنم که باز اگر اسلام رو یک مکتب تربیتی و تعلیمی تلقی بکنیم و کار اجرایی رو به قانون واگذار بکنیم، اسلام و قرآن دست افراد رو باز گذاشته که از طریق بیعت، از طریق توکیل، از طریق شورا، از طریق تقنین جامعه رو با انضباط رعایت بکنن. قبول کردم، ولی خب یه اشکال اساسی همین جون پیدا شده که چون در خود همین قرآن، الان میدونم خطا داره روشته، ولی در همین خود قرآن اختلاف نظرهایی که ایجاد میشه، چون شما یکی از اون نفوسی هستین که من مخصوصا هم اگه دقت بکنین اسمی از ائمه نیاوردم، امام نیاوردم، همه چیزو میخوام به قرآن منوط کنم. من میخوام بگم حالا در قرن بیستم، در قرن بیستی یکم، الانی که داره سوء استفاده میشه از این واژه ها، اونم پاسخ شما رو قرآن داده. قرآن بر مبنای استنباط فردی و معارفه جمعی پایه‌گذاری شده. یعنی برداشت های قرآنی باید بر اساس این باشه که شما و من، در قرآن آیه صریحی داریم که من انسان ها رو متفاوت آفریدم و استنباط های متفاوت هم از قرآن دارم. همینم من خواستم به همین جا. ولی من و شما باید آزادی بیان داشته باشیم. بله. که بتونیم با هم معارفه. بله. داشته باشیم، مثل همین جلسه. بله. که نشستم. جانم بفرمایید. هلو. قطع شدن. هلو بفرمایید. درود بر شما. قربان، بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. از این برنامه خوبتون. پرسش من از آقای آقاسی اینه که تمام آیاتی که شما اشاره کردید در قرآن که قاسم الجبارین هست و دستور به کشتن میده و یا حمله میده یا محکوم میکنه به هر طریقی مخالفین خودشو، آقای آقاسی اعلام میکنن که جنبه دفاعی داره. خب حالا ما اینجا نگاه میکنیم، مگر اسلام با چی شروع شد؟ مگر غیر از این بود که خدیجه بود و محمد بود، اینا که دو نفر بودن، چطور شد که در عرض 20 سال اینها تمام آفریقا رو و قسمت زیادی از آسیا رو با کشتار و گرفتن مال اموال مردم و زن بچه مردم؟ بله بله فهمیدم، فهمیدم، من سوال رو فهمیدم. صادقشو که امروز راحت میتونید ببینید که همین داعش. بله. هست و یا خود جمهوری اسلامی. بله. هست. فهمیدم. یا جاهای دیگه هست. و شما اینا رو چجوری میتونید؟ بله خیلی ممنون. سوال سوال ولی من الان از شما لطفا از تلویزیون توجه فرمایید. ابدا شنوندگان عزیز خطاب نکنید فردی رو. این خیلی مهمه برای من در این برنامه. ما موضوع رو بررسی میکنیم نه فرد رو. همونطور که اینجا مطرح شد، من چون سوالای دیگه دارم که چون این جوابشو دادیم، ما کسانی که به اسم اسلام، ایشون نظرشون اینه، یا به اسم اینشتین یا به اسم نیوتن کارایی رو میکنن،
اینا رو ما با خود کسی که این فرضیه رو به وجود میاره قاطی نمی کنیم. بنابراین ما الان موضوعمون اینه که در قرآن چگونه مسائل بررسی میشه، نه اینکه بعد از اون مردم چیکار کردن چیکار نکردن. بنابراین این صحبت شده و من ممنونم از سوال شما. چیزی داریم؟ من 5 تا خطام باز شد. قبل از اینکه به این بیننده جواب بدیم، جواب اون بیننده قبلی رو خود جناب علی دادین، من وقت رو تلف نمی کنم. در مورد فرمایش حضرت بهاءالله در این کتاب، من فقط این توضیح رو میدم که جهاد در اسلام فقط به جهاد نفس و جهاد مال و جهاد سفر خلاصه نمیشه. جهاد میتواند که تا مرحله کشتن و قتل هم پیش برود. آفرین. این محدودیت رو ما بر نمیداریم در اسلام. خیلی حالا خب، ولی اینه که فرمودی امیر جان شما بوده، حضرت بهاءالله، برای اینکه حرمت همه اینها رو داشته باشیم، حضرت بهاءالله در حقیقت تأکیدشون اینه، اصلا این کلمه رو ما بر میداریم. ما جهاد رو به طور کلی محوش میکنیم که نه در ایران کسی بخواد از این کلمه سوء استفاده بکنه چه داره. حالا یه سوال دیگه بفرمایید، فقط 6 دقیقه دارم، 5 تا خطم بازه، سریع بفرمایید. درود بر شما جانم. سلام عرض کنم خدمت شما و مهمونتون. بله سوال رو بفرمایید سرور عزیزم. من میخوام از حضورتون خواهش کنم، آقای مهمون ما هر دفعه در هر تلویزیونی تشریف میارن از قرآن دائما تعریف میکنن. قرآن چیزی نیستش که بخواد کسی ازش دفاع کنه. اون چیزی دی که نوشته شده، حتی یه بچه 15 ساله 14 ساله هم بخونه همونی رو میفهمه که دیگران میفهمن، یعنی احتیاج به مفسر نداره. بله. متاسفانه آقای دکتر دائما تلاش بر این میکنن که اسلام رو به صورت یه ویترین شیک نشون بدن. داعشی ها اون چیزی رو انجام میدن که تو قرآن گفت. بله خیلی ممنونم، ممنون شما هستم. از تلویزیون توجه بفرمایید. همونطور که خدمتتون عرض کردم مجددا عرض میکنم، در این برنامه من کاری ندارم به برنامه های دیگه، فرد رو مخاطب قرار ندین، حقایق رو بررسی بکنین و سعی بفرمایین که موضوع رو مطرح کنین. چیزی که اینجا مطرحه سرور عزیزم، همونطور که شما فرمودین، من کاری ندارم کی چی کار میکنه، در قرآنی که ما میخونیم چه چیزی هست، بعد خود شما تصمیم بگیرید، خود شما فکر بکنید و اونطوری که مایل هستین دنبالش رو بگیرید. شما وکیل قرآن نیستیم واقعا. سوال بعدی جانم بفرمایید. قربان بابنده هستین. بله بفرمایید. عرض کنم که جناب میرزا قاسی فرمودن در کتاب قرآن جایی نیست که دستور قتل بدون محمل صادر شده باشه. گیرم که چنین باشه. من میخوام بر این محمل تکیه کنم، چه که محمل مربوط به زمان و مکان خاصی میشه. پس این محمل وقتی وجود نداره، اصل اون فرمایشات کتاب هم دیگه اعتباری نخواهد داشت. یعنی اطلاق جاودانگی و همیشگی بودن بر یک کتاب یا هر کتابی حتی منطقا درست نیست. بله. این ادعاها نوعی بله خیلی نکته دقیقی فرمودین سرور عزیزم. یعنی به عبارت دیگه شما میخواییم بفرمین اگه ما هر چیزی رو که در قرآن اومده یا در هر کتابی اومده بگیم بدین دلیل نازل شده یا به اون دلیل نازل شده، استقرار و استمرارش رو از دست خواهد داد. دقیقا. بله. باید یک وقت این منتهی بشه به یک سیستم تازه تری، گرچه همونطور که فرمودین دین یکیست و مأخذ یه جاست، ولی بسیار حالات و لزومیات زمان و مکان را بگیره. برای اینکه دین بله. مردم برای دین نیستن، دین برای مردم. بله آفرین به شما، خیلی ممنون از تلویزیون توجه. من یک دیگه هم دارم این وسط در مورد، من فقط 2 دقیقه دارم، من 3 تا دیگه خطم هم بازه، ولی ممنونم از این نکته که فرمودین مردم رو به فکر میاندازه. من اون چیزی که فقط اینجا مورد توجه اینه که ما هدفمون نه حمید و نه بنده، این نیست که این کتاب رو ما بخوایم پرستشش رو بیشتر بکنیم یا بخوایم اجرش رو بیاریم پایین. ما میخوایم فقط توجه مردم رو به این جلب کنیم که شما باید خودتون بخونید، مسائل رو بررسی کنید.
بفرمایید. آقای ریاضتی می‌خواستم به اون دومینی فقط عرض بکنم که ما در می‌خواین اینم بگیریم و شما بعد جواب بده دو تا. بفرمایید. جان؟ جانم بفرمایید. من می‌خواستم رو ایر باش. بله شما رو ایر هستین، بفرمایید. دو دقیقه بیشتر ندارم. بفرمایید. الو. جانم بفرمایید. الو الو. بله مثل این که شما صدا نمیرسه. الو سلام علیکم. بله بفرمایید، سوال رو بفرمایید. سوال من اینه که جناب عالی با این حمید آقا که شما میفرمایید اصل قضیه مثل این که گم شده. بله سوالتون چی هست؟ کتاب قرآن که داریم و توضیحاتی که این دو تا عالم بزرگوار گذاشتن، بس سر اینه که اینا رو باید دور بندازیم یا ازش استفاده بکنیم. آفرین آفرین، سوال گرفتم. دین بهاییت که شما میفرمایید از این قرآن استفاده کرده. بله حالا ببینین سرور عزیزم، من در اینجا نمیخواهم دیانت بهایی و نه دیانت اسلام رو ترویج کنم، بلکه نظریات مختلفه رو بررسی میکنم. فقط من پیشنهادم به شما سرور عزیزم آن است که شما اون چیزی رو که میشنوین با عقل، درایت و بصیرت خودتون بسنجین، مطالعه کنین، تصمیم خودتون رو بگیرین. ممنونم که شما نظریه قاطع خودتون رو ابراز فرمودین. نه تلویزیون همون است که بنده از جنابادی میخوام خواهش بکنم. من چطوری فکر کردم مهم نیست. بله جناب عالی که در تو تلویزیون هستید و یه دو بله بله بینن. یا فهمیدم، من فهمیدم چی یا شنوندگان مسلمان، شما باید این قضاوت هاتون رو چیز باشید. بله من فقط هدفم این است که قضاوت های کلی تحمیلی نباشه، فقط ابراز کنه. ممنونم از شما سروران عزیز. اگرچه تمام خطوط ما داره میدرخشه، من 18 ثانیه بیشتر وقت ندارم. در اینجا خواستم تشکر بکنم که شما اینقدر جلب توجه کرده. من هدفم هم همین بود که سوال و جواب رو بیشتر بکنم و انشالله در جلسات بعدی به این قضایا رو پیش ببریم. در دفعه بعد من به حقوق و مزایای انسانی و تعالیم اجتماعی قرآن میخوام با جناب حمید آقاسی مشورت بکنم و بنابراین ببینم که چگونه میشوان قرآن رو امروز مورد استفاده قرار داد و یا اینکه آیا اگر ما یه دین جدیدی رو، آیین جدیدی رو، مرام جدیدی رو قبول بکنیم آیا این توهین به قرآن هست. تا دفعه آینده شما را به خدا می سپارم و ممنونم از جناب آقاسی. من فقط اگر که یک دو ثانیه فرصت باشه میخوام عرض بکنم که ما از قرآن یزید رو داریم، امام حسین رو هم داریم. اینی که قرآن چجوری حکم میکنه و چجوری معنا میشه، استنباطهای فردی باید در آزادی بیان با معارفه اجتماعی توام باشه و عشق و محبت. حتما هفته های آینده که در خدمتون هستیم بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. فدای شما، خیلی ممنونم. تا همونطور که میدانید هدف این برنامه ها دادن دانش است که با شواهد و موارد حقیقی شما بتوانید مسائل رو بررسی کنید، به عقل خودتون و درایت خودتون و بینش خودتون تصمیم بگیرین و فردی مفید برای خودتون و جامعه انسانی بشوید. بنده تأکیدم در آن است که در این برنامه ها روشنگرایی رو پرورش بدیم و توسعه بدیم، آزاد فکری رو بلند بکنیم و آزاد فکر کسی هست که هیچ امری رو بدون شواهد قبول نکند و وقتی که شواهد حقیقی و علمی، نه شبه علمی، نه تصوری و او عرضه می شود، قادر باشد که تعصبات خودش را رها کند و عقاید خودش رو مورد سوال قرار بدهد و یه اعتقاد جدیدی رو ایجاد بکند در ذهن خودش. ولیکن همیشه آزاد منش باشد، یعنی جا بگذارد برای احترام به عقاید دیگران و همچنین پذیرش افکار بدی. در این قسمت
بنده میخواهم مفتخرن مهمان خودم رو معرفی بکنم، جناب دکتر حمید میرزا آقاسی. ما دو برنامه الان با هم داریم و انشالله ادامه هم در زمانهای آتیه خواهد داشت، بسته ای داره که تا چه حد پیش برویم. هدف این برنامه ها بلخص مذاکرات و مشورت بنده با ایشان سروران عزیز آن نیست، تأکیداً عرض می کنم، آن نیست که بخواهیم مقام و منزلت دینی، پیغمبری و یا شخصی رو زائل بکنیم و کم بکنیم. این علامت کمبینی و پستی یک فرد است که بخواهد دیگران رو نابود بکند و یا تحقیر بکند. ما حتی اگر در برنامه های قبل در مذاکرات اولیه خودم با ایشان در مورد علما هم حتی حرف زدیم، شما بایستی توجه داشته باشید که علما بر دو نوعن، علمای حقیقی با وجدان، با انصاف، انسان دوست که علم و شهرت خودشون را استفاده می کنن برای اینکه آزاد منشی رو توسعه بدن، و علمایی که علم رو وسیله کنترل قرار می دهن. و این علما در همه جوامع موجودن، فقط در جامعه مذهبی نیستن. بنابراین من می خواهم التماس بکنم که شما یک حرف یا پاره حرف رو نگیرید و بعد از اون یک معرکه ایجاد بکنید، بلکه به اصل و جوهر مطالب بپردازید و اینها رو به عنوان دانه‌ای که میخواهد شما را آزاد بکند از عقاید خرافی بپذیرید. با این مقدمات مجددا تشکر میکنم از حمید عزیز که تشریف آوردن. حمید جان، من برای اینکه بتونیم من و شما با هم دیگه همکاری بکنیم، سوالات بینندگان رو میذارم در انتها، اگر مفاهیم ما به انتها رسید، چون من به اندازه کافی سوال دارم. این سوالات بر حسب بیانات شما در دفعه قبل ایجاد شده، من یه مقدارش رو گرفتم. یکی از این سوالات بحث کانتکست و کانتنت یا محمل و محتواست. یعنی این طوری که من فهمیدم از بیانات شما، آیات قرآنی که در قرآن نازل شده است توسط حضرت رسول اکرم، یک موقعیت زمانی دارد که باید اونها رو در نظر گرفت. این اشکالی رو که برای بنده ایجاد می کند که می خواهم شما اون رو مورد بررسی قرار بدین، آن است که هر آیه می تواند یه موقعیت زمانی داشته باشد. یعنی 6666 تا آیه یه ذره بالا پایین، هر کدومش یه شأن نزول دارد به اعتبار مذهبیون. اون موقع این سوال پیش می آید حمید عزیزم، که چگونه پیام جهانی این رو ما حفظ بکنیم. یعنی اگر ما آیه های مربوطه، به عنوان ذکر مثال عرض بکنم، سوره نساء یک آیه است که خیلی از آیات مربوط به روابط زن و مرد در اون وجود داره. مثلا در سوره نساء آیه 33 وقتی میگوید مردها بر زنها برتری دارن، من به خاطر ضیق وقت عربی ها رو نمیخونم، یا اگر زنی نافرمانی بکند اول نصیحتش کنید، بعد از همبستری محرومش کنید و بعد میتونین بزنین. من کاری ندارم به شأن نزولش، من میخواهم ببینم آیا من این رو به عنوان پیام جهانی چگونه ببرم، یعنی استقرار قرآن رو چگونه حفظ بکنم، استمرارش رو چگونه حفظ بکنم، اگر معتقد بشم که این بر حسب زمان معانیش رو عوض میکنه و یا یه موقعیت خاصی داشته. این سوال اول بنده است. من مقدمتاً میخواستم که ضمن تشکر از جناب علی برای این فرصت مجددی که به من لطف فرمودید، با دو خط شعر از حافظ عرایزم رو شروع بکنم که میگوید ای دل
به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی، و بقیه غزل. من قبل از اینکه پاسخ مطلبی رو که مطرح فرمودید تقدیم کنم، میخوام عرض بکنم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمان ما وجود داره مسابقات دینی است که به عنوان یک تجارت یک سری از آدم‌ها را انداختن که دین من از دین تو بهتر است، و طبعاً وقتی دین من از دین تو بهتر می‌شود الزاماً دین تو از دین من بدتر می‌شود. یعنی به یک شخصی میگوییم که با این دین بدی که داری بیا با هم صلح کنیم، و این آغاز جنگ و مرافعه هست، به خاطر اینکه هیچ کس قبول نمی کنه که اعتقاد و باورش یک باور بدی باشه. و من فکر میکنم که هیچ پیامبری، هیچ مرشدی، هیچ معلمی، هیچ حکیمی نیست که دستور بد داده باشه به مردمش، چه اینکه از طرف خدا باشه، چه اینکه خودش به نتیجه‌ای رسیده باشه که برای اصلاح جهان حرفی زده باشه حرفش بد باشه. از نقطه نظر دو موحدی که اینجا پشت این میز نشستن، شما و من، ما هر دو به یک خدا عقیده داریم و در اصول با هم دیگه هیچ تفاوت فکری نداریم. هر دو معتقد به عمل صالح هستیم، هر دو معتقد به وحدت الهی هستیم، هر دو معتقد به احدیت حق هستیم، هر دو معتقد به صمدانیت حق هستیم، و اینها پایه‌های بسیار بسیار محکمی است که از نقطه نظر منطق هیچ نوع جایی برای وجود شکاف و اختلاف و نزاع باقی نمیگذاره. نهایت امر این که اتحاد در بین جوامع توحیدی به خصوص جوامع کشورهای جهان سوم همیشه یک خطر و یک مانعی برای دنیای، باید بگیم که دنیای نمره یک و نمره دو و نمره سه. این نمره سه ها هر وقتی که بدون اختلاف باقی میمانند خواب نمره دو و یک رو آشفته میکنند، و بین اینها قرار هست که همیشه نزاع تصنعی به وجود بیاد، و اگر هم که این نزاع ها کارگر نشه در داخل خود این دین ها اختلافات و شعبی به وجود میاد که نیروی وحدت و پرستش خدای یگانه و اعتقاد به عدالت اجتماعی رو در اینها کم بکنه. ولی این نکته ای که فرمودین همینجا، چون نکته اساسی است که بعد وارد این 10 تا سوالی که دارم بشین، در این جلسه بلخص در برنامه بنده این یکی از اصول کلیه که شما فرمودین. من مخصوصا به عنوان یک برنامه گذار از اختلاف آرا خوشم میاد. اختلاف آرا به معنی تنوع، ولیکن کسی که بخواهد کسی دیگر رو برتر بدونه و پستر اعلام بکنه، هر دو رو ما باطل میدونیم. من معتقد هستم که اعتقاد بنده این هست، هر موقع که برتری و بهتری به میان آمد عالم ویرانه شد. ما در اینجا همونطور که ما قبلا هم عرض کردیم، من سرکس اینجا باز نکردم. من نیومدم اینجا که بخواهم دینی رو بلند بکنم یا دینی رو بکوبم. و سروران عزیزی که منتظر همچین جدلی هستن، من فکر میکنم این شنبه بعد از ظهر رو باید برن طرفای ملبو و اینها یه استراحتی بفرماین. من اهل این کارها نیستم. بنابراین مطالب باید بررسی بشه، شواهد نگاه بشه، و ما هیچ کدوممون نمایندگی محمد و بهاءالله، موسی، عیسی، زرتشت رو نداریم. ما دو تا انسانیم، به صورت دو تا انسان
مفاهیمی رو که داریم عرضه می داریم. اگر مقبول بشه خوبه، اگر نشه برای ما سروران عزیزی که نگاه میکنن دعا بخونن ما بهتر و بهتر بشیم. حالا با اون مقدمات شما بنده بفرمایید، این سوال بنده این است، من چگونه قرآن رو، ببینید شما یه نکته اساسی هم در این مقدمتون فرمودین، ادیان تمامشون در اصول یکی هن. و اصلا تفاوت ادیان در این تعالیم اجتماعی، خصوص در مقابل ما مسلمانی مثل من و شخص باهایی مثل شما، البته باهاییت از حالا من تذکری بدم برای اینکه شما خواهی. من در اینجا به عنوان یک فرد باهایی نمیشم، بنده هدفم میخوام این رو برای خودم پرورش بدم که من اینجا بدون تعصب میخوام مطالب رو بررسی کنم. آیین شخصی شما و بنده به احدی ربط نداره، بلکه من به عنوان یک محقق دارم این مطالب رو بررسی با میدونم شما این کار رو بکنید. بر ارتباط با سوالی که فرمودید عرض میکنم که من به عنوان یک مسلمان دینم تا مرحله ابراهیم جلوتر نمیره، یعنی دین من دین حضرت ابراهیمه و من هیچ نوع شخصیت دینی مستقل برای اون چی که به غلط دین یهود گفته میشه یا دین مسیح گفته میشه یا دین اسلام گفته میشه یا دین بابی گفته میشه یا دین باهایی گفته میشه، هیچ کدام از اینها رو به عنوان دین مستقل از دین ابراهیم نمیشناسم و همه اینها رو روشهایی برای اصلاح انحرافات مردم در طول تاریخ میبینم که دین رو به دین اساسی و اصلی ابراهیمی منتقل میکنند و برگشت میدن. شما یه هم اتحاد نظر دارم هم اختلاف آرا. بنده اصلا معتقد نیستم که دین از ابراهیم شروع میشه، همین عرض کردم تا انسان بوده و تا خدا بوده تا انسان بوده. اصلا من باید اینجا با قدر من این بود که ما دین رو به ابراهیم ثبت شده میبینیم و مهر میخوره در شرق، یعنی در بین ادیان ابراهیمی، ادیان ابراهیمی توحیدی، دین توحیدی رو که از حضرت آدم شروع میشه همونطوری که فرمودید مهر کمال در زمان ابراهیم میخوره و ابراهیم به عنوان فرد اسلم تسلیم شده ترین محسوب میشه. این توضیح کوتاه رو خواستم بدم. من سوال بکنم، این در حاشیه تفاوت دینی رو من با این شواهد علمی که امروز موجوده معتقد نیستم که این آدم، این نظریه حبیب ریاضتی هیچ ربطی به هیچ مجامعی نداره. آدم، اگر این آدمی که شما در ذهنتونه که 6000 سال قبل یا 8000 سال قبل بوده، من بایستی با نهایت درجه احترام با این مخالفت آرایی بکنم، چون من معتقد هستم که تا زمانی که انسان بوده همیشه راهنماهای موجود بودن و آدم فقط یک لفظ تمثیلیه. به همین دلیل هم هست که در آثار عرفا، بلخص در آثار مولانا در شهر گلشن راز، شیخ محمود شبستری در گلشن راز، ما میبینیم که مقام تمثیل رو از مقام تجسم جدا. حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی من میدونم چیزی که شما میخوای بگی این است که وحدت ادیان در اصول یکیه. چرا اصلا اینا اختلاف نظر دارن؟ شما معتقد هستین که اینا به خاطر انحرافات مردم دین تجدید میشه یا تورات، قرآن؟ من حالا زیاد نمیخوام وارد تورات انجیل اینا بشم، من میخوام قرآن رو ببینم. آیا قرآن شما فکر میکنین که اگر دین بعدی، مدعیان بابی و بهایی و غیره معتقدن دین جدیدی آوردن، اینها به خاطر انحرافات بوده فقط که من قبول میکنم یکی از عاملهای مهم میشه؟ ولی سوال بنده این هست که آیا شما گمان نمیفرمایید که خود قرآن تعالیمش بعضی هاش اصولی هست، مثل عدل داشته باش، انصاف داشته باش، آدم خوبی باش، ولی بعضی از تعالیم، مثلا طریقی که در مورد زن صحبت میکنه، شاید در اون موقع
یک اصل بدیهی خویی باشه. ولی امروز حمید جان من شما رو نمیدونم، من امروز نمیتونم زنم را از هم بستری محروم بکنم بعد هم بزنمش. دقت میدونی مقصود من، یعنی میخوام بگم ادیان تجدیدشون یه مقدار به خاطر اینه که تعالیم اجتماعی عوض میشه. تا این جای گفتگوی امروز ما روی یک مبانی که ما باش توافق نداریم ساختمانی ساخته شده و شما استنتاج از مفاهیم و اصولی میکنید که لزوماً مورد قبول من نیست. بله. و در اون مورد من میخوام توضیح بدم. یه مقدمه‌ای که عرض کردم به خاطر این بود که ما مکانی و جایی برای داشتن اختلافات منطقی نداریم و اختلافاتی که در مذاهب یا در باورهای توحیدی یا غیر توحیدی در مسائل تئولوژی که وجود داره، اینها همه ریشه در امور سیاسی و امور خودساخته صنعتی دنیایی داره و افراد می توانند که با مشترکاتی که در باورهاشون دارند به دنیایی برسند که در اون دنیا صلح وجود داره و می توانند که با هم همکاری کنند. تذکر من این است که اختلافاتی که بین باورمندان به خدا وجود داره اونقدر جزئی و اونقدر پراکنده و اونقدر بی اهمیته که این افراد می توانند که از نظر اجتماعی و عملی اون تفاوت‌ها رو نادیده بگیرند و بالاتر از همه چون این تفاوت‌ها در اصول قانونگذاری اونها مخل نیست و مانع نمیشه، اگر که همه اینها به حقوق انسانی معتقد باشند و حکومت رو از آن مردم بدانند و قانون سالاری رو در جامعه بپذیرند، اون اشکالات و اون اختلافات جزئی هم که دارند کاملا برطرف میشه. 100% با شما موافقم. ولی من میدونین بیانی که شما این فرمایید من رو به یاد چی میندازه. شما با جمهوریت افلاطون آشنایی دارین، خیلی دنیای قشنگیه، مدینه فاضله ای هست. شما صحبت از حقوق و مزایای انسانی میفرمایید، من 100% با شما موافقم. ولی اون چیزی که مورد نظر بنده است، حالا من برمیگردم به همین سوالی که کردید، من میخوام یه چیزی به شما عرضم و این اصلا ربطی به اسلام نداره، شما یه چیزی در نظر بگیرید. ببینید فردوسی که همه افراد دوستش دارن، من میخوام بگم مثلا حقوق و مزایای زن بلخص که انسانه، ما بهش توجهی نکردیم. مثلا مزن زن را اگر با تو ستیزد، چنانش زن که هرگز بر نخیزد. شاهنامه فردوسی. حالا خوب دقت کنید، من نمیدونم کانتکست این چی بوده، من میخوام برم به اصل قضیه. من امروز که میخونم نمیام بگم این در مورد یه زنی بوده که با رستم چایی نمیخورده فردوسی ده. وقتی من اینو میخونم این کلام به خودی خودش اگه بخواد اصالتش رو حفظ کنه داره زن رو میاره پایین. یا مثال عرض بکنم، این فقط مربوط به فردوسی نیست، ببین نیچه که دیگه اصلا هیچ کدوم ما باهاش شاهین با ما مخالفت، در چنین گفت زرتشت خودش میگه هر وقت نزد زنی رفتی تازیانه ات رو فراموش مکن. حالا من دارم چیزی که عرض میکنم، سوال بنده این هست، من وقتی نیچه رو میخونم الان نمیرم ببینم در ذهن این چی بوده، موقعیتش بود. شما این آیات قرآنی رو ما چجوری ما بیاییم مهمل و موضوعش رو فرق کنیم؟ عرض کنم حضورتون که هر دو معنی که از این آیه فرمودید نه با زبان عربی تطبیق میکنه و نه با زبان قرآنی و نه با ارزش‌های قرآنی. قوام به معنای نیروی است که هم حمایتگر و هم قومیت و هم شخصیت و هم شناسایی به وجود میاره. مردان قوام زنها هستند، یعنی مردها در واقع حمایت کنندگان و نگهدارندگان شناسایی شخصیت انسانی زنها هستند. ولی هیچ عنوان معنی برتری نمیده. قیم که معنی برتری از اونجا ناشی میشه نمیده. و بعد هم علت تفاوت حقوق خانوادگی بین زن و مرد، نه اینکه لزوما کسی از کسی بیشتر باشه یا کمتر باشه، این است که
اسلام و قرآن بار بیشتری روی دوش مرد گذاشته و در واقع فضیلت رو به عنوان مسئولیت تلقی میکنه و مردها مسئول هستند که مخارج زنها رو بدن. شما در حقیقت من فقط هم میخواستم نظریه شما در آیه دوم هم توضیح بدم خدمتتون. من همون قوامون علن نسا رو میخوام. بله. یه مقدار چه بله. این ادامه آیه خودش توضیح میده که بعضی رو بعضی ما ترجیح میدیم، برتری میدیم از لحاظ مسئولیتی. شما این فرض من احترام میکنم به بله. ترجیح و فضیلت تفاوت حالا میکنه. من سوالم اینه اگر این چنینه، اگر لغتی که در قرآن به کار رفته اگر... فضیلت بله. اگر این چنینه در خطبه 80 نهج البلاغه، من با نهج البلاغه من میدونم شما اصلا با احادیث کاری ندارین، ولی من به عنوان یه سند من تاریخ. فقط میخواستم که برای اینکه چارچوب صحبت من و شما معین بشه، من به هیچ عنوان به تاریخ، کل تاریخ، کل حدیث، کل روایت، کل شأن نزول و کل منطق ارتباط این 4-5 تا با هم دیگه در مباحث قرآنی مشارکت نمی کنم. همیشه من این عقیده رو دارم که اگر امروز صبح من و جناب دکتر ریاضتی از خواب بیدار شدیم، گفتن هر چه کتاب تاریخ بوده، هر چه کتاب سند حدیث بوده، شأن نزول بوده، همه اینا آتش گرفته سوخته، هیچ جایی ازش هیچ آثاری باقی نمونده، بله. فقط یک جلد قرآن باقی مونده، بله. آیا ما قادر خواهیم بود که اسلام رو نوسازی کنیم بدون وجود این عوامل جنبی؟ و بعد وقتی ما به خود قرآن مراجعه میکنیم میبینیم قرآن مدعی است که من اکمل و اتم هستم. چطور چیزی که اکمل و اتم هست میتواند که محتاج حدیث و روایت و شأن نزول باشه که من به خصوص نسبت به شأن نزول بقیه رو گاهی از اوقات همراه قرآن میبینم، گاهی از اوقات مغایر قرآن میبینم، اما شأن نزول رو من از نظر فلسفی یه نوع شرک میدونم. من قبول کردم، ولی میدونین چرا اصلا این سوال پیش اومد؟ علت این که سوال پیش اومدین، اولا من این رو عرض بکنم که چون نفوسی که گوش میدن اختلاف ها آرا امکان داره داشته باشن، برای من حداقل یه چیزی واضح میشه. شما جلیلین، کریمین، من متوجه میشم شما حق دارین اونطوری رو که مایلین قرآن رو بخونید. من احترام دارم به این کتاب، این کتاب متعلق به پیامبر بزرگواریست، محمد رسول الله. ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما بایستی ببینیم افراد مختلفه دیگه به عنوان یه روشنگر. من کاری ندارم به مقام علی رو ما قبول داریم یا خیر، ولی حداقل اگر این تفهیمی که ما از سوره نساء 33 میکنیم با این توضیح قشنگی که شما دادین از این آیه، اگر این رو بگیریم، من بایستی بفهمم تو ذهن خودم و شنوندگان عزیز که چرا علی در خطبه 80 نهج البلاغه خود این پرمیسی که شما میرید، این بحثی رو که شما شروع میکنید کاملا یک بحث غیر مربوط به قرآنه. ما در از نظر تاریخ قرآنی رو میکنه، ما از نظر تاریخی شخصیتی به نام علی رو نمیشناسیم. خب پس اصلا بحثو نمیکنم، ولی از نظر سنت، از نظر حدیث، از نظر روایت، اولا که اگه بخوایم تاریخ رو بررسی بکنیم، این کتاب نهج البلاغه 190 سال پیش نوشته شده و نویسندش هم معلومه. همون اشکالاتی که در کتاب فردوسی وجود داره، بله. ما هر وقتی که مقوا رو میبینیم ایمان به مقوا پیدا میکنیم، یعنی هر وقت یه سری کاغذ رو دو تا مقوا این طرف اون طرفش گذاشتن اسم کتاب الان همین مال فردوسی رو که خوندید، بله. شما سندتون به اینکه این شعر مال فردوسیه کیه، چه جوره؟ فقط بر اساس شواهد تاریخی، یعنی که این در اون کتاب بین دو مقوا جا گذاشته شده. حالا من میخوام حمید جان، من متوجه بیانات شما میشم، ولی ببینید من یک گروهی رو دارم اینجا که حداقل یک درصد، 10% مردمی که دارن اینو گوش میدن یه شیعه هستن. من فقط میخوام اینا تو ذهن خودشون اینطوری سوال بکنن. اگر علی اشتباه میکنم من دیگه کار به این ندارم، چون عرض کردم به همین دست عرض کردم من رو به عنوان باهایی و مسلمان و کلمی اینا حداقل من ما باید ببینیم آیا علی همچین حرفی زده یا نزده. حالا ولی خلا دقت کنه، دقت اونطوری اگه بخوایم برین، من اولین سوالم اینه آیا محمد این قرآن رو نوشته؟
خیر، باید ببینیم شما بحث از کجا میخواین شروع کنیم. نمیدونم از اونجا شروع کنیم. نمیدونم حرفی ندارم من چیه. یعنی این یه قدم عقبتر بریم که اصلا خدایی وجود داشته نه، نه، نداشته. نه 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 من میدونم میخوام برای قرار گذاشتیم با شما که بر اساس این که این قرآن یه کتاب مستند و بر حقی هست، از اینجا به بعد شروع بکنیم که به چه دردی میخوره. من قبول میکنم. اما ما راجع به علی و راجع به اختلافات تاریخی بود که در مورد علی هست، در مورد کتابی که در اون کتاب نوشته، در کتاب نهج البلاغه، که محمد با علی صحبت میکردن و محمد از علی میپرسه که شرم‌آورترین شرایط زندگی برای یک مرد چیه، و او جواب میده که علی جواب میده که اگر من زن آفریده شده بودم چقدر این موضوع برای من شرم آفرین بود. خب این هم منتسب به علی هست و بعد چیزهای دیگه هم منتسب به علی هست. من نمیگم که احادیث رو 100% بگیم. من فقط میخواستم ببینید آقای دکتر، بینندگان احادیث یا با قرآن تطبیق میکنه یا نمیکنه، که فوتوکوپیه. بله، اصلشو نگه دارید، فوتوکوپیشو دور بیاندازید. یا با قرآن تعارض داره که از نظر تعارض باطله. بنابراین نه شأن نزول نه تاریخ هیچ کدوم اینها جایگاهی در ارتباط با قرآن نداره. قرآن خود کفاست. قبول کردم مثلا از خیر علی الان من گذاشتم. من فقط میخوام یه سوال، فضیلتی رم که سوال فرمودید، فضیلت ترجیح نیست، فضیلت عبارت است از معادله ای که عوامل مفرد دو طرف معادله با هم دیگه نمی کنن. یک به اضافه سه مساوی است دو به اضافه دو. اینا هیچ کدوم با هم نمی خونه، ولی در مجموع تعادل دارید. ببینید میدونین چرا اصلا من این بحث شأن نزول آوردم؟ چون دفعه قبل یکی از سائلین ما یه سوالی کرد، یادتون باشه کلمه رو که شما به کار بردین طرف سوال کرد، یا حتی بنده آیاتی آوردم مربوط به جهاد. بله. شما در اون ارتباط با اون جناب آقاسی فرمودیم ما باید موقعیت زمانی این رو در نظر بگیریم که چرا این آیه نازل شد. از طریق آیات دیگه، من خارج از قرآن. حالا آخه در خود قرآن من برای آیات همیشه موقعیت زمانی رو نمیتونم تفکیک کنم، بدین دلیل که اصلا ترتیب این آیات، طریقی که نازل شده، یه ترتیب استمراری مقرر نیست. مهمترین ترتیبی که در قرآن وجود داره اتکا به عقل بشری. خب اون عقل بشر هم که عقل جزئیه و اختلاف نظر داره. باید اختلاف نظر داشته باشیم. خدا در قرآن میگوید که من افراد رو با مشرب‌ها و مسلک‌های مختلف آفریدم. بله. استنباط‌های مختلف داشته بله. باشن، این استنباط‌ها به معارفه کشیده بشه و در معارفه و مناظره به یک تعدیل عقاید برسن، نه به وحدت عقاید، به یک تعدیل عقایدی برسن که اون عقاید اونها بتواند که در نظام قانون سالاری مؤثر و منعکس باشه. فهمیدم. در مورد کتک زدن زن که فرمودید، واژه ضربه 58 بار در قرآن تکرار شده و 34 معنی مختلف میده و این رو من نمیگم. سوال من فقط همین یه سوال، من اینو فهمیدم، یعنی شما میخواییم به من بفرمایید تمام کسانی که ناسخ التواریخ رو نوشتن، شعرهای مختلف رو نوشتن، اینها هیچ کدوم از این مفاهیم مختلفه ضربه، ضربه، ضربو آگاهی نداشتن؟ چرا؟ چرا این کارو کردن؟ ولی تمایل به کتک زدن و تمایل به داشتن ترجیح و قدرت بر زن رو داشتن. ممنونم. و ممنونم. به خاطر شهوترانی و به خاطر بردهداری و به خاطر سوء استفاده و به خاطر بخشیدن امکان و توجیه به فحشا این حرف و بردهداری از بقیه لغات استفاده نکردن. شما اگر که به فرهنگ لغات مراجعه بکنید، یک فرهنگی هست که یکی از با اهمیت ترین و معتبر ترین فرهنگ هایی است که من هم ننوشتم اون رو، به نام لین ویلیامز لکسیکون، در اونجا مراجعه بکنید. یک کتابی است که در حدود 32,000 صفحه است و تمام لغاتی رو که در قرآن به کار رفته در اونجا به زبان انگلیسی ترجمه کرده و 58 بار همونطور که عرض کردم این واژه در قرآن به کار رفته و نمیتواند به شرط عقل در قرآن تنبیه بدنی که یک تنبیه جنایی است
بدون داشتن محدودیت های قانونی و بدون تصریح قانونی و بدون حکم قاضی و بدون تعیین کردن حدود و صغور تنبیه جنایی در قرآن گفته باشه که زن رو بزن. من فقط یه چیزی رو باید اینجا تذکر بدم به خودم، حمید جان، به عنوان یک انسان تحت هیچ شرایطی یک مرد در عصر حاضر حق نداره زنش رو بزنه. هیچ وقت حق نداشته. هیچ وقت. ولی دقت کنید، من خوشحال هستم که من میدونین یه چیزی که از شما میآموزم و خوشحالم که شما میخواین این آیه ها رو جنبه اتحادیه بهش بدین و من خوشحالم. ولی من فقط معنی واقعیش رو عرض میکنم. من وکیل خدا نیستم. ولی اشکال اینه، اشکال من اینه، تمام این عرفا و مفسرین یا ما باید قبول بکنیم، ببینین از یک طرف ما میخواییم اختلاف نظر رو قبول بکنیم، ما باید بگیم این یه نظر حمید آقاسی و حبیب ریاضتیه، ولی احترام بکنیم به این که اینطوری خونده شده. حالا من چیزی که مثال عرض بکنم، ببینین این جهادی رو که ما صحبت شو کردیم فقط یه نمونه، چرا ما این محمل رو من گرفتاری واسش داشتم؟ ببینین این بیان در این موضوع و این اشکال در مورد تمام ادیان موجوده، اشکاله. حتی مثلا ببینین آثار خود بهاءالله رو در نظر بگیریم، من لعجل عمومیت عرض میکنم به همین دلیل که حضرت و عالی مقام اینها به کار نمیبرم. ببینین تمام این نوشتجات بهاءالله، لوحای بهاءالله بر حسب سوالان نازل شده، بنابراین یه شأن نزولی داره. ولی دقت کنید خودش اینطوری میگه، این نداها در لوح دنیای خودش، این ندا و این ذکر مخصوص مملکتی یا مدینه ای نبوده و نیست، باید اهل عالم طورن یعنی همگی به آنچه نازل شده ظاهر و ظاهر گشته تمسک نمایند. این به من میگه یه انسانی که داره ظاهر بینی میخونه که آقا جون من شأن نزول این رو اصلا کار ندارم. همونطور که شما فرمودین وقتی من یه چیزی رو در اقدس میخونم، در قرآن میخونم، همونی که میخونم جنبه جهانی میدم. حالا من از وقتی این رو میخونم، من رفتم ببینم در عرض این یک، من با فرمایش ایشون 100% موافق هستم. منم میدونم چون شما موافقیم و این رو خوندم که یعنی به حساب شأن نزول رو کارش نداره مفاهیم. ببینین حالا این خود این فرد، خود این فردی که یکی از کسانیه که همونطور که شما میدونین به عنوان یه محقق عرض میکنم خیلی احترام قائله برای اسلام، احترام قائله برای محمد رسول الله، چون همشون از یک مکتب الهی ابراهیمی میان، همونطور که شما فرمودین. ولی ایشون ببینین جهاد رو چجوری میفهمه، میفرمایند وقتی از اوقات در عالم رویا خدمت حضرت رسول روح ما سواه و فدا رسیدم، بهاءالله این را عرض میکند، کلماتی از آن مطلع کتاب الهی ظاهر خلاصش و در اثنا یعنی در بین و ضمن بیان فرمودن، یعنی از رسول فرمودن، از قبل فرمودم الجنتو تحت ظلال سیوف، بهشت در زیر سایه شمشیرهاست، ولی این ایام اگر ظاهر بودم میفرمودم الجنتو تحت ظلال صدرت الالفت و رحمت، بهشت از زیر سایه درخت الفت و محبت. ببینید من میخوام نکته اساسی رو عرض کنم، این مخرج در مائده آسمانی جلد 8 صفحه 78 اشراق خاوریه. بهاءالله به نظر میاد در این بیان وقتی این آیه قتل 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 قاتل رو میخونه، اینجا جهاد رو لغوی داره میگیره که وجود داشته. به همین دلیله که در دفعه قبل ما خوندیم که این فرمان ما محو کردیم حکم جهاد رو. این چه اشکالی داره که ما اینطوری بخونیم بگیم این در قرآن بوده ولی الان دیگه جا نداره، چون به استمرار معتقد میشیم، به ارتفاع معتقد میشیم و به تعالیم اجتماعیش. من به عنوان یک مسلمان معتقد هستم که جهاد مفهوم تلاش و استهلاک قوا در دفاع میده و اصول این احکام به همون شکلی که در قرآن آمده تا ابد باید ادامه داشته باشه. من هنوز پاسخ
اون اتهام اولیه جناب عالی رو ندادم. من اتهامی نزدم، عرض کردم، سوال کردم. اتهام این که مردها در قرآن گفته شده که می توانند زنها رو در شرایطی کتک بزنن، این سوره قرآنیه. بله. آیه قرآنیه. ضربه همونطور که عرض کردم 34 معنی مختلف در زبان عربی میده. کدومش تو ذهن محمد رسول معنی الله معنی غالب اون معنی غالب ضربه در 27 مورد از اون 34 مورد معنی معنی فاصله میده. بله. الان من قبول کردم چون 12 دقیقه داریم میخوام پیش بریم. یعنی شما در حقیقت بیان شما اینه که این مفاهیم را، ولی من یه چیز دیگه بگم. خیلی خیلی سریع 30 ثانیه عرض بکنم. معنی اون آیه این است که اگر زن از قانون خانواده، نه از قانون شوهر، اطاعت نکرد، مراتب به او تذکر داده میشه. اگر کار نکرد، در مرحله دوم باید از هم فاصله بگیرن، جوری که هیچ کس متوجه این فاصله نشه. اگر باز هم کار نکرد، فاصله علنی میگیرند. اگر باز هم کار نکرد، به حکم مراجعه میکنند و حکم تشخیص میده که اینها باید که جدا بشن از هم یا نشن. همه من اینا رو همه رو شما خوب فرمودین، میدونیم، ولی محور اصلی این آیه چیه؟ اطاعت زن از شوهرشه. اطاعت زن از قانون خانواده. ولی شوهرشه. شوهره اگر بعد... اگر یک مردی به زنش گفت که خانم وضع مشکلات مالی ما خیلی بعد... زیاد شده و من از شما خواهش میکنم که روزی یک مرتبه تشریف ببرید و عمل فحشا انجام بدید، آیا قرآنی رو که شما میشناسید این دستور مرد رو برای زن واجب الاجرا قلمداد میکنه یا نه؟ شما فرمودین این یه شرایط اتحاد و انتظام خانوادگی داره ایجاد میکنه. من چیزی ببینین، این مشورت من و شما ناشزه، یعنی نافرمان. آفرین. نافرمان از در آیه 178 سوره بقره مرد هم ناشزه میشه. بله. فقط زن ناشزه میشه. بله. حالا من یه سوال، حالا برای این که تو این قسمت هستیم، آیا همین قانون رو که شما الان فرمودین در مورد تعدد زوجات هم به کار ببرم؟ یعنی وقتی در سوره نساء صحبت از این میکنه که تا 4 زن میتونی بگیری، بله. آیا شما معتقد هستی که الان من میتونم 4 زن بگیرم؟ الان اگر که حفظ حقوق یتیم ایجاب بکنه، شما میتونیم یک عالم به علم فلسفه و مطلع از امور حقوقی هستید و میدانید که هر قانونی دارای یک کاندیشن و دارای کوالیفیکیشنی هست. پس یعنی میشه، حتما میشه. حالا اگر آیا یک زن میتونه 4 تا شوهر بکنه؟ نمیتونه. چرا نه؟ به خاطر اینکه حقوق انسان ها با همدیگه متفاوته. و من از شما سوال میکنم آیا حقوق یک پیرزن 80 ساله با یک دختر 4 ساله با هم برابره؟ نه، یکی نیست. ولی چرا؟ ازدواج حق هر دوتاشونه. نه، ازدواج چنین چیزی نیست. شما در ازدواج رو در شرایطی ممنوع میتونید بکنید. بله. و در موارد دیگر میتونید که شامل بکنید. من فهمیدم. حتی آقای دکتر، حق حیات که اساسی ترین و بالاترین حقی است که یک انسان میتونه داشته باشه، حق مطلق نیست. فهمید. حق مشروطه. فهمید. من اگر امروز قتل بکنم، من این رو میذارم الان که به حساب خود بینندگان و شنوندگان عزیز توجه بهش بفرمایم. ببینین من چرا اینا رو همه را عرض میکنم؟ برای اینکه من به عنوان یک فقط یه روشنگرا، خدا حق شاهده، من نمیخوام رسول الله و نمیخوام بهاءالله، نمیخوام کلیم الله، اصلا کار به اینها ندارم. اینها قائم به ذاتن، خودشون گویای احوال خودشونن. من میگویم این فلسفه فکری من در این جلسات اینه، هر آیه‌ای که بخواهد مقام انسان رو زائل بکنه، اون آیه رو یا ما درست نفهمیدیم یا زمان اجرایش گذشته، من همین رو میخوام بگویم، هیچ چیز منفی نمیگم. یعنی اگر من آیه مربوط به نجاست رو میخونم، من میدونم شاید واسه یه کسی این مشرک باشه، این کافر باشه، ولی قبل از اینکه مشرک بشه، مؤمن بشه، کافر بشه، یک انسانه و من باید به عنوان یک انسان به این نگاه کنم. هدف من بیشتر همین جان در همین راستای فکری بود که شما دارین. انسان یه حقوق و مزایایی داره. حالا یه سوال دیگه بکنم، 8 دقیقه خوبم از کسی دیگه الان زنگ نمیزنه. آیا شما حقیقت مطلب یه کشور اسلامی رو میتونی به من معرفی کنی
یک کشور اسلامی. سوال شما این است که آیا ما یک رنگ سیاهی در دنیا داریم که سفید باشه؟ نه، من این اصلا این سوال شما اینن همین نکردم. سوالا رو نکردم. میدونین چرا اینو من؟ برای اینکه اسلام اصلا حکومت نداره. میفهم، من اینو میفهم. من میخوام به یه نتم، من میدونی هر چیزی که میگم یه زیربنای چون میدار. سوالی که شما میکنین زیربنای این است که شما یه اصلی رو من سوالا رو نکردم وضع میکنید و بعد میگویید که آیا کشوری هست در دنیا که اسلامی باشه. یه مقاله ای یکی از محققین، شما با تحقیقات دکتر شهزاد رحمان و دکتر حسین عسکری آشنایی دارین؟ حدودی. بله، اینا از اساتید دانشکده علوم دانشگاه تهرانن. بله. اینا یه صحبتی که میکنن، یه مقاله نوشتن تحت عنوان کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستن. حالا ببین، یعنی شما یه ذره جلوتر رفتی. اینا دارن میخوان بگن موازی کشور نمیتونه اسلامی باشه. نه نه، حالا آدم میتونه اسلامی باشه. حالا بذار یه کاری میتونه اسلامی باشه. من با اجازه جناب رحمان و جناب عسکری این سوال اینطوری میکنم. ببینید، جامعه مسیحی میتونه مسیحی باشه. من میدونم مسیحیت با جامعه کار میکنه. مسیحیت کلیسا به جای آدم‌ها فکر میکنه. ولی انسان‌ها در اسلام دارای مسئولیت فردی هستند. آیه ای هست در قرآن که میگوید من روز قیامت شما رو تنها و عریان محاکمه میکنم. ما به عنوان یک مسلمان دارای مسئولیت فردی هستیم در مقابل خدا، و پیغمبر ما محمد نه وکیل خدا بوده نه وکیل مردم بوده. فهمیدم. همینطور که ما وکیل خدا و من اصلا دیگه اون سواله جناب عسکری رو. ولی میدونی عسکری میخواد چی بگه؟ چون ما اگر که این مسائل رو بخوایم مطرح بکنیم، اون وقت چندین هزار قرآن پیدا میکنیم. نه، اتفاقا من اینو میخوام اینو بگم، قرآن برای حمید یه قرآنه، برای حبیب یه قرآنه. به اندازه فهممون ما میفهمیم، ولی قرآن حقیقی سائل نمیشه. باید معارفه بکنیم. من یه سوال دیگه ازت بکنم، همین چون 6 دقیقه دارم باید تونتون بریم. آیا شما به خاتمیت رسول الله بدین معنی که دیگه بعد از او پیامبری نخواهد اومد قائلی؟ قطعا باور قرآنی من این هست. یعنی اینکه شما معتقد هستی که محمد رسول الله و قرآنش آخرین کتاب، آخرین پیغمبر و تکامل بشری، به این کتاب و به این دین تمام شده و دیگه استمرار عقلانی و فکری و روحانی بشر متوقف شده به محمد رسول الله؟ استمرار عقلانی و فکری بشر به هیچ عنوان متوقف نشده، ولی استمرار و تعقل استمرار و استمرار تعقل هیچ کدامش محتاج به نزول کتاب جدیدی نیست. چرا بعد از این عقیده من... میدونم میفهمم این چرا عقیده من نیستم. حالا میفهمم. نه من حالا کار من رو چرا بعد میدونم میکنی. چرا من دارم سوال من اینه، شما انسان فهمیده ای هستی، من احترام واسه شما قائلم، چرا این بیانی که شما فرمودین در مورد کلمی ها تورات، موسی، عیسی، انجیل صادق نباشه؟ چون همه به این وبای عمومی مبتلا هستن. چون شما چرا؟ من وقتی که قرآن رو میخوانم، چون باورمند قرآن هستم، در کتب دیگه هم مطالعه کردم، هیچ کدام اون کتب گفته نشده که ما اکمل و اتم هستیم. اکمل اما... اکملش کار ندارم. هر کسی غیر از اگر نقطه از تورات زائل بکنه به حساب محکومه تورات. اگر این راه خداست عیسی، و به حساب هر کسی غیر از پسر انسان. حالا کاری به اون ندارم. پس شما به خاتمیت رسول الله معتقدین؟ بمونه ابدی. همینطوره. و قرآن رو کتابی میدونید که برای ابد ضامن سعادت بشره؟ بل. قبول کردم. من اصلا به خدا بحثی، من فقط میخوام سوال بپرسم. سوال بعدی اینه، اگر من یک لحظه این بیان شما رو قبول بکنم، آیاتی که در سوره سجده اومده آیه 4، آیاتی که در سوره فتح اومده سبا 28 اومده که به نظر میاد بشارت میده به ظهور جدید، بشارت میده به ادامه سنت ارسال رسول، اینها رو من باید همش رو به صورت این بگیرم که یا نمیفهمم یا یه معنی دیگه ای داره غیر از خاتمیت؟ منم به ساعت نگاه میکنم که ببینم چقدر وقت از ما. یک نبی داریم، یک رسول. خاتم النبیینه، ولی خاتم رسول نیست. همه آدم های دنیا و همه موجودات دنیا رسولان خدا هستند. خب و رسالت
به معنای عام در هیچ زمانی تعطیل نمیشه. الان شما رسول خدا هستین، منم رسول خدا هستم، اما نبی به عنوان کسی که خبرنگار و خبرگزار باشه، یعنی رسالت او در دادن خبر من باشه. من تا آخرش رفتم. قرآن میگوید یعنی که خبر دهنده وجود نداره. من اینطوری میتونم بگیرم زمان نبوت و بشارت تمومه، از بعد ما حقایقو میدیم، یعنی خاتمیت رسول الله فقط خاتمیت نبوت و مقام نبیه. یه دونه سوال بگیرم و پیش برم. بفرمایید. الو قربانم، متشکرم که بله بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید، دو دقیقه دارم. الان عرض کنم؟ بله بفرمایید. من خواستم عرض کنم که ایشون دوباره اون اصل را این تلویزیون رو خاموش بفرمایید، من دو دقیقه دارم، سوال رو بفرمایید. بله، ایشون دوباره اصل این که دین برای جامعه و مردم آمده، مردم برای جامعه ندارن، زیر پا میذارن. اگر قرآن آخرین حرف و برای همیشه باشه، مقصود این است که مردم به خاطر اون خلق شدن. این یکی. ولی یه سوال، ولی مسئله مهمتر دیگری که میخواستم بگم اینه که آیا این برنامه مفید آقای ریاضتی ممکن است بسیار از مهمانان را به صورت افتخاری داشته باشن، اما گمان نمیره که تلویزیون اندیشه از گذشتگی رو بکنه که همیشه این برنامه رو مجانی در اختیارشون بذاره. آیا بودجه برنامه از چه نایه تعیین میشه؟ اگر ولی‌نعمتان خاصی یعنی اسپانسرهایی دارن، حق است که اونا رو اعلام کنن. بله، من باید خدمتتون عرض بکنم که برنامه های بنده دانش بینش آزادی تحت شرایط پیمنت هفتگی اجرا میشه و این برنامه ها احتیاج داره به نفوسی که اگر معتقد هستن به مسائلی که بررسی میشه خدمات خودشون رو عرضه بکنن، ولی بنده نمیخوام اینو جنبه تجارتی بدم، بلکه جنبه وجدانی دارن. ولی افراد به بنیاد انسان میتونن کمک بکنن و طریقتش رو هم ما بعداً توضیح خواهیم داد انشاءالله در برنامه های آینده. الان من این یک دقیقه که دارم، من فکر میکنم الان کمتر از دقیقه دارم، من فکر نمیکنم حمید عزیز صحبتشون این بود که مقام انسان رو زائل بکنیم. دین وسیله است، هدف نی، هدف عزت انسانه، مقام انسانه. من فکر میکنم اگه خوب توجه کرده باشین به بیانات حمید عزیز، ایشون نبوت و نبی رو از رسول تفکیک کردن و خاتم النبیین رو به معنی انتهای رسالت نمیدانن. بنابراین جواب قشنگی رو ایجاد کردن که تجدید رسول. توضیح فرمایشتون، رسالت رو من از حضرت آدم تا روزی که آخرین انسان به قیامت میرسه ادامه دار میبینم، و رسولان خدا مأموریت های مختلفی داشتن و یکی از همین رسولان خدا هم شیطانه. خب خدا حفظون، حالا شیطان رو نیارده این وسط همین جان. در اینجا برنامه ما به اتمام میرسه. بنده فقط از شما بینندگان و شنوندگان عزیز تقاضا میکنم که با درایت مطالب رو بررسی بفرمایین و بدون اون که دینی رو بالا یا پایین ببرین، به اصل تحری حقیقت یعنی جستجوی حقیقت بدون غرض و مرض پایبند بشوید. روزتون بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.